سلام، از مجموع برنامه آشنایی من با عیسی مسیح از رادیوی جهانی پارس با شما عزیزان هستیم. در این برنامه سعی کردیم دلنوشته ها، دلگفته ها و خاطرات هر کسی از اولین آشنایی خودش با خداوند رو آنگونه که خودش دیده برای ما بازگو کنه. قسمت 14. با سلام، من سعید هستم. من میخواستم یه مختصر کوتاهی از این سرگذشت زندگیم که با عیسی مسیح آشنا شدم، طریق آشناییتم با عیسی مسیح رو یه مختصر میخواستم توضیح بدم که از کجا شکل گرفته و از کجا این استارت خورد. من خب تو ایران به دنیا اومدم، مسلما ایران یک کشور مسلمونیه، توی خانواده مسلمونی من به دنیا اومدم. ما چند سالی که دسترسی نداشتیم به دینهای دیگه، یعنی برامون مهم نبود، سنمون خیلی پایین تر از این صحبت ها بود، زیاد برامون مهم نبود. وقتی یه مقدار سنمون بالاتر رسید، دسترسی آنچنانی نداشتیم با دینهای دیگه، با فرقهای دیگه دسترسی نداشتیم که اطلاعات به دست بیاریم. من بعد از چند سال که یه مقدار چیز شد به دین مسیح رو آورده بودم، یه صاحبکاری داشتیم مسیحی بودن اینا، بعد من اطلاعاتی یه مقدار اطلاعات از اونا به دست آوردم، حتی یه چند باری هم حتی کلیسا رفتیم و اینا، زیاد چیز نبود واسم، باز زیاد فقط در حد شناخت من میخواستم، نمیخواستم نه دینمو تغییر بدم نه چیزی، برام زیاد مهم نبود. ولی خب من با برخورد اینا، با شناخت خانوادگی اینا، خیلی برام جالب شد، خیلی برام مهم بود که بدونم که اینا چرا دین دیگر رو انتخاب کردن، چرا مسیح رو انتخاب کردن تو این دینا، برام خیلی جالب بود. بعدش من چند سالی گذشت، من شرایط چیزی نداشتم، تازهی نداشتم، اطلاعات تازهی نداشتم. من یه چند سالی گذشت که اومدم ترکیه، اومدم ترکیه. خب اینجا یه مقدار دستمون بازتر بود، اطلاعاتمون بیشتر بود، با بچه های دیگه، با مسیحی های دیگه ما صحبت کردیم، کلیسا ما رفتیم. بعد تو کلیسا خیلی چیزای جالبی من میشنیدم، خیلی چیزای جالبی من اونجا میدیدم، خیلی برام جالب بود که عیسی چی کار کرد، چه معجزاتی کرد، برام خیلی جالب. من شروع کردم به مطالعه کتاب های اصل جدید و بعد قدیم و اینا، برام خیلی جالب بود دیگه. یه چند سالی من، یه چند وقتی من واقعیتش با این کتاب ها آشنا بودم. بازم من می آمدم کلیسا، دوستای مسیحی داشتم، ولی خب زیاد واقعیتش اونجوری که گرایش نداشتم که بخوام حتما دینم رو عوض کنم. ولی یه جرقه که تو زندگیم خورد خیلی برام جالب بود، خیلی جالب بود که من روزی پسرم که اینجا با هم زندگی میکردیم از من قایم میکرد، کلیسا میامد منتها از من قایم میکرد، فکر میکرد که من ناراحت میشم. یه روز که پسرم اومد کتابای انجیل دستش دیدم، تعجب کردم، برام خیلی تازگی داشت دیگه. من خیلی خوشحال شدم که پسرم به این دین یعنی گرایش داره. خیلی برام کنجکاو شدم، ازش پرسیدم که چجوریه، چجوری شد. گفت من دوستام اکثرا اینجا مسیحی هست، این کتاب بهم هدیه دادن، اومدم مطالعه کنم. اتفاقا من با پسرم همزمان با همین کتاب مطالعه میکردیم، بی نهایت من خوشم اومد از این کتاب. یعنی به غیر از گفته های عیسی، من بیشتر از راه و روش این که مثلا چجوری زندگی میکرد، کاره روزمرهش، کاره که این معجزاتش، برام خیلی تازگی داشت، بی نهایت تازگی داشت. بعدش هم من یواش یواش واقعیتشون دیدم که پسرم گرایش داره، با هم اومدیم کلیسا، گفتم من دوست دارم که مسیحی بشم، باید چیکار کنم و اینا، که الان یه چند سالی من خوشبختانه با دوستای مسیحی میام کلیسا، میرم اطلاعات و کلیسای متفرقه
کشوری بودم که اصلا از این بابت ها ما رو خیلی تو یعنی باریکی نگردشته بودن این قضیه رو، یعنی اطلاعات خاصی به ما نمیدادن. من هم موقع که اومدم ترکیه با آدم های مختلف با دین های مختلف میبینم که خیلی خیلی از این کارم پشیمون که نیستم، هیچ خیلی هم خوشحالم. و در آخر صحبتم میگم که من و پسرم واقعیتش خیلی خیلی خوشحالیم از این که مسیحی هستیم، مسیحی شدیم، تونستیم تو این راه بیایم، یه دین جدید با عیسی مسیح، با آدمای جدید. واقعیتش بی نهایت خوشحالیم.